آه دیار دور، ای سرزمین کودکی من، خورشید سرد مغرب بر من حرام باد تا آفتاب توست در آفاق باورم، ای خاک یادگار، ای لوح جاودانه ایام، ای پاک، ای زلال تر از آب و آینه، من نقش خویش را همه جا در تو دیدم، تا چشم بر تو دارم در خویش ننگرم، ای کاخ زرنگار، ای بام لاجوردی تاریک، فانوس یاد توست که در خوابهای من زیر رواق غربت هموار روشن است، برق خیال توست که گاه گریستن در بامداد ابری من پرتو افکن است، اینجا همیشه روشنی توست رهبرم، ای زادگاه مهر، ای جلوه‌گاه آتش زردوشت، شب گرچه در مقابل من ایستاده است، چشمانم از بلندی طالع به سوی توست و از پشت قله‌های مه‌آلوده زمین در آسمان صبح تو پیداست اخترم، ای ملک بی غرور، ای مرز و بوم پیر جوان بختی، ای آشیان کهنه سیمرغ، یک روز ناگهان چون چشم من ز پنجره افتد بر آسمان، می‌بینم آفتاب تو را در برابر. خب با اجازه بانوان و آقایان گرامی، دومین جلسه رو از دوره‌ای که به نام ایران خداوندگار دو فرهنگ هست شروع می‌کنم. بر طبق قراری که قبلا گذاشته بودیم، بنده خلاصه‌ای از سخنان دفعه پیش رو اینجا نخواهم گفت. البته بعضی از دوستان نوار دارن که اگر کسانی از دوستان در دفعه پیش غایب بودن، میتونن که از اون نوار استفاده بکنن. اما به اونجا رسیده بودیم که من به طور کلی این نکته رو مطرح کردم که از بعد از هجوم اعراب به ایران، در ایران دو فرهنگ به وجود آمد، که البته این بلافاصله بعد از هجوم اعراب نبود، بلکه کمابیش بیش بعد از دو قرن که معروف به دو قرن سکوت بود، یعنی ایرانیان به دلایلی که اون بار گفتم همه چیز خودشون رو به خیال اینکه دارن یک پیام جدیدی رو، ولی پیام خودی رو با زبانی جدید یا با زبانی بیگانه میشنوند، همه چیز خودشون رو فدا کردن، از جمله زبانشون رو و خطشون رو. یعنی به خطی که در زمان ساسانیان می نوشتند و به زبانی که اسمش زبان پهلوی بود، دیگه تکلم جز در چه محاورات روزانه البته چرا، ولی کتاب ننوشتند و هر زبانی که بهش کتابت نشه، یعنی چیزی بهش نوشته نشه، معمولاً بیشتر از 50-60 لغت ازش که در زبان محاوره باهاش سر و کار داریم باقی نمیمونه. بنده اون بارم گفتم که به همین دلیل ما در فارسی هنوز برای بسیاری از هر اشیا، یعنی اون چیزایی که از جهت دستوری بهش میگیم اسم ذات، لغات فارسی داریم، ولی برای اسامی معنا این لغات رو نداریم. چرا؟ به دلیل اینکه این اسامی ذات یا اونایی که اشیایی که در خارج وجود دارن، ما در زندگی روزانه باهاشون سر و کار داشتیم و لغت فارسی که قبلا بهش اطلاق می شده همون ادامه پیدا کرده. مثلا فرض کنید که کلمه دیوار یک کلمه خیلی قدیمی فارسی است که خیلی از بیشتر از عرب دیوار وجود داشته. این به دلیل اینکه دیوار یه امر خارجی بوده، یعنی میدیدن خب دیوار همچنان این لغت فارسی مونده، یا خورشید یا ماه یا درخت، اینا همه فارسی شد، همطور چیز خودشو حفظ کرده.
اما هرچی که مربوط به معنا بوده، مربوط به درون بوده، اونها به دلیل اینکه کتابت نشده از یاد رفته. در زبان معاورم اون کلمات معمولا زیاد به کار نمیاد، برای اینکه شما به طور معمول در طی روز وقتی میرید احتیاجات خودتون رو برطرف کنید در بابت خرید و فلان اینا، هیچ وقت مثلا فرض کنید به کلماتی که فرض کنید، حالا البته این جدید هم هست، ولی مثلا روان پریشی هیچ وقت براتون مطرح نمیشه. حالا در گذشته هم مثلا به همین دلیل است که ما میبینیم در فارسی بسیار از کلماتی که مربوط به بیان درون ما هست اینا عربی شده. یعنی شما اگر از یکی دو تا بگذریم، اندیشه مثلا یا چیزا، بقیه احساس، تخیل، نه همه اینا کلماتی است که عربی شده. دلیلش هم همینه، برای اینکه این کلمات بهش کتاب نوشته نشد و کم کم از یادها رفت، در حالی که اون کلماتی که اشیاء رو نشون میدادن چون در خارج دیده میشدن و مردم سرکار روزانه باش داشتن اونا موند. این دو قرن، البته خیال نکنید که دقیقاً دو قرن این اتفاق افتاد، نه، دو قرن قرنیست که به طور کلی ایرانیان دچار اون شیفتگی بودن که من دفعه پیش به طور مفصل دربارش حرف زدم و اینها در مقابل هجوم عرب در واقع و به خصوص هجوم فرهنگی که اتفاق افتاده بود، یعنی زبان و اینها، همه چیز خودشون رو شیفتوار در اختیار اعراب گذاشتن، چون تصور میکردن که این یه پیام خودیه و علت هم گفتم اون بار که این برابری و برادری که یه پیام مزدکی بود از راه ترفندی که یکی از مزدکیان به مسلمان آموخته بود، یعنی سلمان فارسی، این همراه سپاه ایران اومد و بسیاری از آدم ها فکر کردن که این شعار همون شعاره، یعنی اینها همون مزدکی ها هستن که آمدن، منتها به زبان دیگری آمدن، از سوی دیگری آمدن، چون یمن اتفاقا جایی که حملات اولیه از اونجا شروع شد تحت الحمایه ایران بود اصلا. به این ترتیب یک اتفاق خیلی عجیبی در ایران افتاد در طول این دو قرن. در اون اتفاق این بود که ایرانی ها باید بگیم که فی‌الواقع شکست نظامی نخورده بودن. البته به ظاهر شکست نظامی خوردن، برای اینکه فتح الفتوح و نبرد سلاسل و اینها در تاریخ هم میخونیم که نبردهایی بوده که به شکست ایرانیان منجر شده. اما چرا؟ به دلیل اینکه سربازان ایران از جلوی اعراب فرار میکردن، نمیجنگیدن، و همین دلیل نبرد سلاسل یعنی نبردی که این سربازان رو به هم میبستن برای اینکه از جلوی اعراب فرار نکنن، اسمش به همین دلیل سلاسل شده. و فتح الفتوح هم همین اتفاق افتاد. در فتح الفتوح اتفاق بدتری افتاد، یا فتح الفتوح بود یا اون نبرد معروف که کنار دجله اتفاق افتاد، الان این درست یادم نیست. اصلا یک سپاه از ایران، سپاه دیلمی، پیوست به عرب، یعنی رسما پیوست به سپاه مقابل. این شکست ها البته شکست نظامی بود، ولی علتش ضعف نیروی نظامی ایران نبود، بلکه نیروی نظامی ایران نیروی قوی بود، ولی جنگ نمی کردن، به همین دلیل که عرض کردن. حالا وقتی که اعراب آمدند و کم کم مسلط شدند، البته در جاهای مختلفی در طول این 200 سال اعمال مختلفی انجام دادند که نمونه هاش رو یکی دو تاش رو قبلا خوندم، حالا بعد هم که میرسیم خواهم خوند. در بعضی جاها به علت مقاومت ها آسیا اعراب به فرماندهشون دستور داد که سربازا آسیا را اصلا آسیا از خون به راه انداختن، یعنی اینقدر خون ریختن تا آسیاب را افتاد و با این گندم آرت کردن در واقع، یعنی به این جهان رسید. وقتی که از اون شیفتگی اولیه ایرانی ها در آمدن و شروع به مقاومت کردن، برای اینکه این مقاومت ها از هم بپاشه، اعراب به حیله عجیبی دست زدن. اون این بود که چون اینها خودشون قسمت یعنی همه اعراب جز یه قسمت کوچیکی که شهر نشین بودن، که اونها هم شهرنشین به معنی امروزیش نبودن، ولی اونایی که مثلا در مکه و مدینه بودن، بقیه که به کلی بیابانی بودن، یعنی اعراب عرض کنم بدوی، بدوی یعنی بیابانی، درست. اینها وقتی که در سپاه اسلام مجهز شدن و آمدن به دستور عمر ابن خطاب و بعدها خلفای بعدی، تعداد زیادی از این اعراب
دست به صورت دست جمعی ارقامی که در تواریخ ایرانی آمده مختلفه و متاسفانه نمیشه اعتماد کامل کرد، شاید هم باید یه جمع‌بندی کلی کرد، ولی ارقامی به کار بردن که در طول مثلا دو قرن چیزی نزدیک 300 هزار خانواده عرب، حالا این راستی و درستیش رو نمیدونیم، ولی به هر حال این در خیلی از جاها این رقم زده شده، 300 هزار خانواده عرب، یعنی خانواده نه، سربازان عرب رو آوردن و وادار کردن با زنان ایرانی ازدواج کنن. این امری است که فقط در اونجا اتفاق نیفتاده. اگر کسان هیچیز باشن میدونن که در همین ایام جنگ دوم در دو مورد اتفاق افتاد. هیتلر دستور داد که چون نژاد پاک و اینها چیز میکرد اینها، وقتی که روس ها پیروز شدن استالین دستور داد که مقدار زیادی از چیزهای مختلف اقوام اتحاد جماهیر شوروی، نه فقط روس ها بلکه تمام اون 15 جمهوری، سربازانشون با زنان آلمانی، حالا مشروع یا نامشروع و بیشتر نامشروع، ازدواج کنن، برای اینکه به اصطلاح اون مسئله پاکی نژادی و اینا رو از بین ببرن. این عیناً تکنیکی است که یا تاکتیکی است که اعراب در مورد ایرانی ها به کار بردن و به این ترتیب کسانی پیدا شدن که دورگه بودن. برای اینکه این نکته رو برای شما روشن بکنم و ببینید که از جهت فرهنگی چه اتفاق عجیبی افتاد، من فقط یک صفحه از کتابی که این دو سال پیش درآمده، یکی از بزرگترین مآخذ تاریخی ایرانه و به شما توصیه میکنم که اگر به دست آوردید بخونید، این تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، که تا حالا دو جلدش درآمده، یکی از دانشمندای واقعی ایران به نام دکتر محمد محمدی ملایری که رئیس دانشکده الهیات و استاد دانشگاه تهران بود و دکترای عربیش رو از لبنان گرفته، او این رو نوشته با تحقیقات خیلی فراوان و خوندن کتاب‌های متعدد. حالا من فقط برای اینکه به این نکته‌ای که الان اشاره می‌کنم، یعنی عربی کردن ایرانی‌ها و اتفاقی که از جهت فرهنگی افتاد، شما واقف بشید، فقط یک صفحه از این رو می‌خونم. ایشون معتقد است که اصولاً این دو قرن سکوت، یعنی این دو قرنی که ایرانی‌ها به زبان خودشون چیز ننوشتن، برعکس همه همشون رو گذاشتن و به زبان عربی نوشتن و راست این مسئله، برای اینکه بعضی از نمونه های این رو کاملاً می‌بینیم. یعنی این سیبویه یا سیبوی و عربیش، این کاملاً ایرانی زرتشتی نژاد بوده که خودش مسلمان شده در واقع. این است که اولین دستور صرف و نحو عربی رو نوشته که بهترین دستور عربی هست، در حالی که برای زبان فارسی ما تا 50 سال پیش، یعنی تا بالغ تا حدود 70 سال پیش اصلا دستور فارسی نداشتیم. عرض کنم که ابن مقفع که او هم یک اهل فارس و ایرانی زرتشتی بوده، که اصلا او رو که به همین دلیل هم چنان که بعضی جاها نوشته به خلیفه بالاخره دستور داد که مسمومش کردن، این ابن مقفع هم کلید دمنه رو به عربی ترجمه کرده که بعد از قرآن فصیح ترین کتاب عربی است، ولی اینا همه ایرانی بودن. بنابراین ایشون معتقد است که این دو قرن سکوت که نامش رو دکتر زرینکوب گذاشته و به حق هم هست، یعنی در ایران سکوت برقرار بوده به این معنا که هیچ کتابی به فارسی نوشته نمی شده، همون موقع ایرانیان مشغول کتاب نویسی به عربی بودند. حالا میگوید که پاسخ این چرا و چراهای دیگر، اینجا میگه که چرا بعضیا میگن این انقطاع حاصل شده و اینا، و حالا میخواد توضیح بده که این انقطاع 200 ساله علتش چی بوده. میگه پاسخ این چرا و چراهای دیگری را که پژوهندگان تاریخ این دوران به دنها برمیخورند، باید در عوامل متعددی جستجو کرد که مهمترین و مؤثرترین آنها عامل تعریب است. تعریب از همون کلمه عربی میاد، یعنی عرب شدن، عرب کردن و عرب شدن، این معنیش. گرداندن، بله، تعریب یعنی عربی گردانیدن چیزی که در اصل عربی نبوده. توجه کنید، تعریب
یعنی عربی گرداندن چیزی که در اصل عربی نبوده به گونه ای که از هر لحاظ به زی عربی درآید و اصل و تبار آن به کلی فراموش گردد. اینو میگفتن تعریب، یعنی چیزی که عربی نبوده چنان عربیش بکنن که دیگه از اصلش هیچی باقی نمونه، یعنی هیچ کس نفهمه که این در اصل عرب نبوده. تعریب در کتب لغت عربی در مورد کلماتی که از زبانهای دیگر در عربی به کار رفته معروف است. یعنی معمولا عربی یکی از زبانهایی که خیلی قرض میکنه، از زبانهای دیگه میگیره، ولی تمام این لغات رو به یه شکلی در میاره که عربی میشه. مثلا از برعکس فارسی که عین لغت رو میگیریم ما، یعنی بدون حتی تلفظش هم میگیریم، سعی میکنیم که خیلی هم عین تلفظی که خارجی ها میکنن همون رو به کار ببریم، اعراب به هیچ وجه این کار نمیکنن، بلکه لغات رو میگیرن، هم اون به اصطلاح مؤنث و مذکرش میکنن و همین که اصلا به اصطلاح خودشون در میارن و اون حروفی رو که ندارن توش تغییر میدن. برای مثال کلمه مهرگان ما رفته به عربی یک الف و لام اولش آمده است و شده المهرجان، المهرجان. ولی مهرجان به چه معنی آمده؟ نه به معنی یک جشن خاص. همه جشن ها رو در عربی میگن المهر، یعنی فستیوال. امروز شما روزنامه های عربی رو که بخونید میبینید نوشته المهرجان، یعنی مهرجان یعنی چیز جشن، چیزی که مثل جشن های سینمایی. مثلا فرض کنید فستیوال کان رو اونا می‌نویسن المهرجان کان، ولی این لغت مهرجان همون مهرگان فارسیه. یعنی این رو میگفتن تعریب، لغتی رو از یه جایی میگرفتن با این تغییرات عربیش میکردن. این مال لغته، ولی اینجا میگه ولی در اینجا مراد از تعریب آن نیست، بلکه گونه های دیگری از تعریب است که از راه های دیگر تاریخ و فرهنگ ایران این دوران را تحت تأثیر قرار دادن. یکی از این گونه ها تعریب اشخاص است، بدین ترتیب که به جای نام اصلی آنها نامی عربی بر آنها نهند و با نادیده گرفتن اصل و تبار آنها با نسب ولاء آنها را به فرد یا قبیله عربی منسوب سازند و آن را به جای اصل و تبار واقعی آنها به کار برند. اولا کلمه ولاء که بنده اینجا خوندم اصلش یعنی بردگی، ولاء یعنی بردگی. کلمه مولا در عربی به معنی برده هست، یک معنی، چون بعضی کلمات در عربی دو معنی متضاد داره، مولا هم یعنی سرور هم یعنی برده. در فارسی ما معنی دومی رو به کار بردیم، یعنی معنی اولی رو سرور، ما میگیم مولا یعنی سرور. اما خود عرب ها این رو بیشتر به معنی بنده به کار میبرن، به طوری که موالی بردگان یعنی همین عده که الان من میگم، یعنی اینایی که از ایران به خصوص گرفته بودن، الان اینجا توضیح میده. میگه با نسب ولا آنها را به فرد یا قبیله عربی منسوب سازند و آن را به جای اصل و تبار واقعی آنها به کار برند. بادیه نشینان چون به افراد یا قبائل دیگری غلبه میافتند، هم اموال آنها را به غنیمت میبردند و هم افراد آنها را به اسارت میگرفتند. کسانی که بدین گونه یا به گونه های دیگری به اسارت می افتادند و به بردگی کشیده می شدند، حتی هنگامی هم که آزادی خود را می خریدند یا به هر نحوی به دست می آوردند، باز از وابستگی این فرد یا قبیله رها نمی شدند، یعنی همچنان اون از جهت نام برده می موندند، بلکه همچنان با نسب ولا به آنها وابسته می ماندند و این وابستگی همچنان به اولاد آنها هم سرایت میکرد. این افراد را مولا میخوندند. این پدیده جاهلی که در صحرا و در میان قبائل عربی کاربردی بسیار محدود داشت، در فتوحات عربی اسلامی در ایران کاربردی آنچنان گسترده یافت که بر تمام تاریخ این دوران اثری حقیقت پوش و ابهام زا گذاشت. حقیقت پوش از آن رو که این موالی که با ارث بردن نسب ولا شمار آنها در قرنهای نخستین اسلامی روزافزون بود، همچنان که گفتن در حدود 3000 خانوار هم نوشته شد، آنچنان که در کتابها از آنها یاد می شده، افراد هویت باخته ناشناسی بودند
که تنها نشانی قابل ذکر آنها در این عالم وجود وابستگی آنها به فلان فرد یا قبیله عربی بوده. حالا این نکته رو روی حجم یا روی ترسی که در اونجا هست ننوشته، ولی این که میگه وابستگی به یه فرد عربی داشتن و اینکه اینها فرزندان حرامزاده بودن، ترجمه کنید، یعنی عرب‌ها بر اثر چیز معاشرت با زنان ایرانی فرزندانی به جا می‌گذاشتن که خودشون این فرزندان رو نمی‌پذیرفتن. اینها فرزندان به اصطلاح نامشروع بودن. اینها بودن که اغلب در چیز ولا رو می‌پذیرفتن و جز بردگان در می‌آمدن و هویتی هم نداشتن، فقط هویتشون این بود که به یه قبیله‌ای که احتمالاً همون سربازی که به پدر این بوده نسبت داده بوده به همون قبیله منصوب می‌شد. بله، میگه افراد و هویت باخته ناشناسی بودند که تنها نشانی قابل ذکر آنها در این عالم وجود وابستگی آنها به فلان فرد یا قبیله عربی بوده و آن اثر نامساعد و ابهامزایی که این امر بر سرتاسر تاریخ ایران این دوران نهاده این است که بیشتر تاریخ سازان واقعی فرهنگ و تمدن اسلامی در این دوران که مهمترین دوره‌های آن است و میبایستی بهتر و روشنتر از هر دوران دیگری شناخته شوند، از همین موالی یعنی افراد هویت باخته‌ای هستند که خود آنها ناشناس مانده یا هویتی مجهول یافتند که این خود بر ابهام تاریخ این دوران افزوده است و شاید برای اینکه این ابهام روشنتر بیان شود توجه به این مثال که به عنوان نمونه ذکر می شود بیهوده نباشد، هرچند که خود فصلی از تاریخ و فرهنگ این دوران است. حالا این نمونه که میاره لزومی نداره من اینجا بگم، ولی فقط همینطور اسمشو میگم، حسن بصری که یکی از اصحاب مهم پیامبر اسلام بوده از همین موالی بوده و نسبش کاملا ایرانی بوده است، تمام چیزش ایرانی بوده، از همین کسانی بوده است که به این صورت به اصطلاح تعریب شده بوده. و یکی دیگه ابوذر غفاری معروف که اسم اصلیش ابازار بود، ابازار یعنی بیازار. بله، اینا نمونه هایی است که حالا در این دوران 200 ساله ما به اشکالی که برمی‌خوریم برای شناختن تاریخمون یکی همین مورد است که این تعریب یعنی آمیختگی نژادی که موجب شده از هویت بسیاری از ایرانیان اصلا مجهول بشه، یا به دلیل خجلتی که داشتن یا اینکه همین اصلا گم می‌شدن به اصطلاح در این ظلمت بینامی یا گمنامی، و یکی دیگه به دلیل اینکه همچنان که گفتم به زبان خودشون ایرانی‌ها چیزی نمی‌نوشتن و کتابی به وجود نمی‌آوردن، کلاً این دوران دو قرن یک تأثیر بسیار بسیار بزرگی بر قرون بعدی گذاشت که مهمترین تأثیرش رو ما در زبان می‌بینیم. همین که الان عرض کردم حضورتون، ما امروزه هر چقدر کوشش کنیم در حدود 60% واژگان زبانمون، به خصوص آن واژه‌هایی که مربوط به معانی میشه، مربوط به ذهنیات میشه، عربی است. این یکی از بزرگترین چیزهایی که این دو قرن و این موضوع موالی و عرض کنم که اینجور چی کارها به وجود آورده. البته کسانی در طول قرنها اونایی که خواستند در مقابل اعراب و اصولا این نفوذ عربی مقاومت کنند، هر قرنی لااقل 4-5 نفر اونایی که نامشون بوده از کسانی بودن که شروع کردن فارسی رو پالوده کردن، یعنی اینکه لغات عربی رو سعی کردن از فارسی دور کنن، ولی هیچ وقت موفق نشد، هیچ وقت، به دلیل اینکه این لغاتی که اونها میخوان به جای لغات عربی رایج بنشونن، این هرگز هیچ رواج پیدا نمیکنه، زیرا که زبان امری نیست که به اراده این یا آن تغییر بکنه. وقتی یک چیزی به قدمت پیدا میکنه و اصولا به خصوص وقتی کتابت پیدا میکنه و در یک زبانی مکتوب میشه، دیگه ما نمیتونیم اون رو عوض کنیم. یعنی مثال براتون میزنم، کلمه کتاب کلمه عربی است، اما کتاب چه لغتی میتونید امروز جای کتاب بذارید؟ چون کتاب رو تمام مردم ایران همه میدونن یعنی چی،
اما شما اگر بخواید مثل تقلید بعضی از این اشخاص رو در بیارید بگید نامه، امروز نامه اصلا ایرانی نامه رو به یه چیز دیگه میگه، نامه رو به کاغذ میگه که می‌نویسن، در حالی که این نامه در گذشته معنی کتاب داشته ولی امروزی که نداره. امروز شما به هر ایرانی باید بگید کتاب تا بفهمه، اگه بگید نامه نمیفهمه. پس میبینید که لغات به دلخواه بنده یا دیگری نمیتونه تغییر پیدا کنه. این کوشش هایی هم که شده است، البته باید گفت که در بعضی موارد بعضی لغات که سابقه عربیش در ذهن ها نبوده، یعنی لغات که ما مثلا بیشتر جانشین بعضی معادل های فرنگی کردیم، اونا تونسته جاوا کنه، یا لغاتی که به اصطلاح در ادب کلاسیک ما از زبان قدیم زبان عربی وارد نشده بوده. مثلا فرض کنید که خیلی از چیزا، مثلا نظمیه که اول ترکای عثمانی این رو از خودشون ساخته بودن از عربی گرفته بودن، نظمیه، بلدیه، این کلمات، یا مثلا صحیحه، اینا رو اول ترکای عثمانی درست کردن از کلمات عربی. خود عربام این رو به کار نمی بردن، چون اونا مثلا می گفتن دارالصحه فرض کنید، ولی این رو بعدن در فرهنگستان ایران دوران رضاشاه براش لغاتی گذاشتن که حالا دیگه مصطلح شده. خوشبختانه ما امروز دیگه نمیگیم عدلیه، میگیم دادگستری، بلدیه هم نمیگیم، میگیم شهرداری، صحیحه هم نمیگیم، میگیم بهداری. خوشبختانه این لغات به هر حال جانشین پیدا کرده. بسا لغات دیگه هم که لغات اروپایی بوده و آمده ایران، بعد براش تونستن جانشین درست بکنن. بعضی هم که اصلا هیچ کدوم نرسید، نه در گذشته وجود داشته نه فرهنگستان براش درست کرده، زایندگی زبان خود به خود براش ساخته. مثلا دوچرخه، اینو نه فرهنگستان ساخته نه هیچ، دوچرخه خودش به وجود آمده. خیلی اصطلاحات اینجوری ما داریم که اینا رو مردم از خود جوش از توی مردم اومد. سه چرخه، دو چرخه، حالا خیلی چیزای دیگه هم. بنابراین زبان اون، ولی اون لغاتی که جا افتاده در طول قرن ها که بهش میگن لغات دخیل و اینا وارد ادبیات ما شده، اونها رو واقعا به خصوص اگر سابقه ادبی و فکری داشته باشه نمیشه عوض کرد. همونطور که گفتم کتاب یا خیلی چیز، شما به جای احساس چی میتونید بگید؟ هیچ چیزی نمیتونه جاشو بگیره. هر لغتی هم بذارید ممکنه یکی دو نفر فقط یه چند روزی به کارش ببرن، بعد میره از بین، برای اینکه نمیفهمن هم. پس یکی از چیزهایی که در این دو قرن اتفاق افتاد اینه. و حالا من میخوام بگم که یکی از مسائلی که بعدها باعث مقاومت ایرانی ها و بازیافتن هویت ملیشون هم شد اتفاقا همین امر، یعنی همین امر که اعراب آمدن و این عمل تعریب رو انجام دادن و همین امر که ایرانی ها بعد از مدتی ضمناً فهمیدن که این شیفتگی اولیه‌شون بی خودی بوده، این پیام برابری و برادری براشون نیاورده بلکه سلطه خلفای اسلامی رو آورده که هارون و مأمون بسیار بسیار از خسرو و پرویز تجمل پرستر و دربارهاشون رنگین تر و جور و ستمشون بیشتر بود، اون وقت ایرانی ها کوشش کردن که در مقابل همه اینها مقاومت کنن. این مقاومت ها انواع و اقسام داشت، از مقاومت های نظامی تا مذهبی تا علمی تا ادبی، که من چند تاشو دفعه پیش گفتم. مثلا هشام بن مقنع که او هم اسم ایرانی داده داره، اصلا اسمش اگر درست یادم باشه دادبهه، این یه دانشمند شیمی معروف ایرانی است. این اون ماه نخشب رو درست کرد چون جز سپید جامگان بود و سپید جامگان از پیروان مزدک بودن، ولی خود چیز هشام بن مقنع اصلا دعوی پیامبری میکرد و سخت ضد اسلامی و ضد عربی بود. این برای اینکه معجز نشان بده اون ماه نخشب رو درست کرد که به اصطلاح تشتی از جیوه رو در ته یک چاهی قرار داد و نور رو به نحوی در اون منعکس میکرد که نور از ته چاه بر میخواست و به اصطلاح شعاعش میافتاد بالا، مثل که از درون چاه یه ماه دیگری در میامد. این است که این ماه نخشب که در ادب فارسی بعد از او خیلی رواج پیدا کرد همین است، از درون اون چاه یک شعاع گردی درست مثل ماهی که متصاعد بشه بره بالا در می اومده.
این فقط برای این بوده است که با به اصطلاح معجز نمایی گروه خودش رو، گروه معتقدان رو بیشتر کنه. سپید جامگان یه گروه خیلی متنابهی بودن در قرن سوم و چهارم. حالا فقط اونا نیستن، خیلی آدم های دیگه. میخوام بگم که این نوع کار مقاومت ایرانی ها رو در طول این دو قرن کم 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 اضافه کرد و به اونجا رسید که مبارزه‌ای که گفتم بین فرهنگ عوام و فرهنگ خواص به شدت آشکار شد. گفتم که در ایران بعد از اسلام فرهنگ خواص و فرهنگ عوام به این صورت به وجود آمد که فرهنگ عوام عبارت از فرهنگی بود که بر پایه مذهب اسلام قرار داشت و پیروانش توده کثیر مردم بودند، برای اینکه اینها مذهب رو به ارث می‌بردند. مذهبشون وقتی در یه خانواده متولد می‌شد همون مذهب پدریشون که مسلمان مثلا بودند همون رو به ارث می‌بردند و معمولاً هم چون سواد آموزی در اون روزگار نبود و اینها دسترس نه به خوندن و نوشتن داشتن نه به کتاب، جز اونچه که از راه وعظ و از راه فقها به گوش اینها میرسید یا اونایی که تازه خیلی امکان داشت براشون که مکتب خانه برن، در واقع مکتبها همون مدارس فقهی یا حوزه هایی بوده است که یک فقیه یا یک آخوندی اون رو اداره میکرده که حد اکثر آموزشی که به اینها میداده چند جز به قرآن مجید بوده است و احتمالاً در سنوات بعد از قرن هفتم گلستان سعدی رو هم بعضی بابهاش رو درس میدادن. این کل تازه درسی بوده برای یه عده معدودی، چون همه کسان نمیتونستن در اون مکتب خونه ها برن. بنابراین فرهنگ عوام عبارت است از فرهنگ توده مردم که اساسش بر پایه مذهب اسلام بود. این برای خودش نمایندگانی داشت که من اون بارم اسمشون رو گفتم. خود این نماینده ها عوام نبودن، آدم های دانشمندی بودن، مثل امام محمد غزالی و اسامی که دفعه پیش هم خوندم. ولی اینها طرفداری از اون فرهنگ عوام و اون چی که مربوط هست به مذهب میکردن. فی الواقع باید بگیم که امام محمد غزالی و یا ملا محمد باقر مجلسی و یا در دوران مدرن کسی مثل علی شریعتی یا جلال آل احمد، همه با فرقهایی که با هم دارن، اینها کسانی هستن که کلن از فرهنگی به نام فرهنگ اسلامی حرف میزنن که این فرهنگ اسلامی خصوصیاتی داره که اون جاش الان در بحث ما نیست. فقط این رو من اشاره میکنم که این درست نقطه مقابل فرهنگی است که پایش بر اساس ملیته و این ملیت یعنی بیشتر یک نوع بازگشت به ایران قبل از اسلام، ایران باستان. فرهنگ خواص، فرهنگ برگزیدگان پایش بیشتر اون هست. اما برای اینکه ببینیم دقیقاً بفهمیم که این فرهنگ برگزیدگان چه چیزهایی رو داشته، چه پایه‌هایی رو داشته، باید نگاه کنیم که ببینیم که درست در موقعی که اعراب ایرانی ها رو گرفتن، اگر بخوایم یک جمع بندی بکنیم، ایرانی ها دارای چه ذخایر فرهنگی و فکری بودن. در این که ایران مملکت متمدنی بوده است، هیچ یک از دشمنان ایران باستان هم انکار نمی کنن. از یونانی ها گرفته تا همه مللی که با اون روزگار با ایران جنگیدن و یا نمایندگانشون آمدن ایران رو دیدن. این که بنده میگم از مثلا گزنفون یونانی معروف که کتاب آنابازیسش به اصطلاح سفرنامش به ایرانه، تا هر کس دیگری که نام ببریم که به ایران آمده و برگشته، اینها همه ایران رو مملکت متمدنی میشمردن. مملکت متمدن یعنی چی؟ یعنی مملکتی که از جهت نظام دیوانی، یعنی دولت، اون چه مربوط به دولت، دیوان سالاری به اصطلاح، از جهت شهرنشینی، از جهت نظافت، چون مثلا شهرهایی در ایران بوده است که مثلا یک نمونهش در شوش پیدا شد که دکتر گیرشمن معروف پیدا کرد که این 5000 سال قدمت داره، حتی پیش از تاریخ کتاب
مکتوب ایران هست، ولی این شهریست که از وقتی که کشفش کردن دیدن که تمام منابع و چیزهای لوله کشی در این شهر وجود داشته. این البته فقط در اون یک شهر نبوده، در جاهای دیگه هم بوده است. ایران مملکتی بوده است بسیار متمدن و طرز ادارش طرزی بوده است که برای خارجی ها خیلی رشک‌انگیز بوده، به طوری که همین زنفونی که به شما عرض کردم درباره چگونگی منظم بودن روابط از شاهنشاه که پادشاه پادشاهان بوده است، یعنی که ایران یه مملکتی بوده که چندین شاه داشته و یک شاه شاه برتر بوده، این شاهنشاه یعنی شاهانشاه، یعنی شاه شاهان، یعنی اون کسی که بر چندین شاه دیگه حکمران بوده است. از اونجا میگیره میاد پایین تا امور اداری، تا امور لشکری، تا تمام اینها رو بررسی میکنه. میخوام بگم که در تمدن ایران تردیدی تقریبا وجود نداره، اما چنان که من در تعریفی از تمدن و فرهنگ یاد مثل که دفعه پیشم عرض کردم، بین تمدن و فرهنگ یک تفاوت عمده هست. این تفاوت ظاهراً در کتاب‌ها و اینها نوشته نمیشه، همه معمولاً فرهنگ و تمدن با هم میگن، یعنی فرهنگ و تمدن یه چیز آمیخته است، ولی اینطور نیست. فرهنگ عبارت از آبادی‌هایی که انسان در درون خودش میکنه، تمدن عبارت است از آبادی‌هایی که در بیرون از خودش میکنه. اینا با هم فرق داره، لزوماً همزمان هم نیست، به خصوص در گذشته. الان البته خواهم گفت که همزمان هست. در گذشته تمدن‌ها و فرهنگ‌ها با هم فاصله داشتن، یعنی بعضی مملکت‌ها بودن متمدن بودن، فرهنگ خیلی درخشانی نداشتن، بعضی ممالک فرهنگ درخشانی داشتن ولی متمدن نبودن اونقدر. مثال خیلی بارزش همین یونان و ایرانه، یعنی ایران بسیار مملکت متمدنی بوده است ولی فرهنگ بسیار بسیار درخشانی نداشته. یونان برعکس مملکتی بوده است که از جهت فرهنگ فوق العاده درخشان بوده ولی تمدن چندانی نداشته است، یعنی از جهت تمدن قابل مقایسه با ایران نبوده. این رو در بسیاری از کشورهای اون زمانی میشه دید باز، یعنی اینکه تمدن و فرهنگ از هم جدا بودند. یکی دیگه مورد دیگر هم باید اضافه کرد، اون وقت ها فرهنگ ها و تمدن ها جهانگیر نبودند، بومی بودند، یعنی یه مملکتی فقط در یک قسمت از جهان فرهنگ یا تمدن خودش رو داشت و دیگران اگر میخواستن حق انتخاب داشتن بین این فرهنگ یا اون فرهنگ، بین این تمدن یا اون تمدن. اینطور نبوده است که لزوماً همه به یک فرهنگ یا به یک تمدن روی بیارن. توجه میکنید؟ کما اینکه قسمتی از قبطی‌ها یعنی مصری‌های قدیم که در شمال بودن فرهنگ یونانی رو پذیرفتن که در قسمت اسکندریه، همین بندر اسکندریه و هنوزم هستن در واقع، حالا قبطی‌هایی هستن که مسیحیه، مسلمان نشدن. یعنی مصر الان در حدود 8 میلیون قبطی داره، مسیحی داره، که اینا اتفاقاً فرهنگشون سخت فرهنگ یونانیه، یونان قدیم. یکی از بزرگترین شاعران یونان معاصر اهل همین جاست، کنستانتینو کوافیس، که یکی از بعضی هم میگن بزرگترین شاعر یونانی قرن بیستم، این از اهل همین اسکندریه است و از همین گروه چیز برخواسته است در واقع. بنابراین میتونستن انتخاب بکنن. خود ارمنستان یک نمونه بارزی از این بوده است که با وجود اینکه به ایران نزدیک بوده است، در طول تاریخش به خصوص در یک مورد فرهنگ روم رو به اصطلاح ترجیح داده است بر فرهنگ ایران، به همین دلیل مسیحیت رو پذیرا شده و اسلام اونجا اصلا راه پیدا نکرده. بنابراین منظورم این است که میتونسته در جاهای مختلفی انتخابی باشه برای ملت‌های دیگری که صاحب اون فرهنگ یا تمدن نبودند. بنابراین از این تعریف میخوام این نتیجه رو بگیرم که فقط یک بار در تاریخ اتفاق افتاده است که فرهنگ و تمدن با هم در یک زمان جور شده و یکی محمل دیگری شده، یعنی تمدن محمل فرهنگ شده، و اون در قرن 18 و 19 در اروپا اتفاق افتاد. یعنی
فرهنگ یونانی و رومی که با رنسانس دوباره در اروپا شکفت و شروع کرد به پیشروی از قرن 15 اومد به قرن 18 قرن روشنگری که در واقع استقلال کامل علوم از معان از قید و بندهای دینی بود. در قرن 18 اختراعات علمی و اصولا چیزهای علمی پیشرفت کرد. در قرن 19 این دوتا به هم آمیخته شد و در واقع از اواخر قرن 19 اوائل قرن 20 فرهنگ و تمدن غربی فرهنگ و تمدن جهانی شد، همطور که میبینید. یعنی هیچ جای امروز شما پیدا نمیتونید بکنید که مگر در قبائل دور افتاده مثلا چیز که اونا هم بالاخره یه روزی همینطور خواهند شد، هیچ کاری نمیشه کرد. فرهنگ و تمدن اروپایی دیگه مال اروپا یا مال یه مملکت مخصوصی نیست، بلکه این جهانی شده. برای که برای اولین بار فرهنگ و تمدن با هم پیوستند. حالا برگردیم به حرف خودمون. ایران یکی از ایران باستان یکی از کشورهایی بوده که تمدن درخشان داشته، فرهنگی نه به پایه تمدن درخشان. دلیلش این است که ما از ایران باستان هیچ چیز اون همه حکما، عرض کنم که نویسندگان، شاعرانی که ما مثلا در یونان میبینیم اصلا در ایران وجود خارجی ندارن. البته ایرانی ها بعدن افسانه های خواستن جور کنن که خب اون کتاب ها و چیزهایی که درست بوده و اینا همه رو مثلا مسلمان ها آمدن سوزوندن و اینا. این حرف بی‌پایه است. تردیدی نیست که مسلمان‌ها یعنی اعراب مقداری از کتابخونه‌ها رو از جمله کتابخونه سیسون رو سوزوندن، بعضی‌ها رو به آب دادن یعنی شستن، اینا هست در تاریخ هم اومده. ولی این به اون معنا نیست که بتونن تمام، چون کتاب‌ها در گذشته این نبوده که یک نسخه نوشته شده باشه در فلان کتابخانه که اون وقتی از بین بره دیگه بره از بین. کتاب‌ها همیشه وقتی چیز می‌شده نسخ متعددی داشته و همین دلیل است که ما هنوز امروز هم میبینیم که مثلا از قرن هفتم ششم که شاهنامه شروع شده پیدا شدن، همینطور داره شاهنامه پیدا میشه مال چیزهای مختلف، کتابت‌های مختلف. بنابراین یک نسخه نبود که از بین بره، بنابراین این هم درست نیست. دلیل دوم این است که اگر بنا بود اعراب کتاب‌ها رو میتونستن یعنی از بین ببرن، اول باید اوستا و هر چه مربوط به مذهب زرتشت از بین می‌بردن، برای اینکه اونا دشمنی اصلیشون با مذهب بوده، با مذهب زرتشتی بوده. ولی می‌بینیم که اوستا و چیزها اون مونده اتفاقا. خب اگه اونا مونده باشه پس بقیه هم باید مونده باشه. اما با وجود این بایستی گفت که از جهت فکری ما سه میراث نسبتاً مهم، یعنی نسبتاً که شاید هم به طور کلی مهم از ایران باستان داریم در آستان حمله یا هجوم اعراب. این سه تا عبارتند از اندیشه تضاد، یعنی اون چیزی که در فلسفه یا چیز کنتردیکسیون یا پارادوکس، هر دوی اینا به دو معنی مختلف گفته میشه، گویا انگلیسیش هم به هر حال با تغییر لهجه همین هست. معنی این که میگم تضاد یکی از چیزهای ایرانی است، و خب تضاد که البته در همه جا هست و همه چیز هست، اما ایرانی از این یک بهره‌جویی خاصی کرده. تضاد در مورد ایرانی و در مورد تفکر ایرانی معنی خاصی میگیره که از حد متداولش بالاتره و برتره. تضاد اصولا یک نوع فلسفه در ایران به وجود آورد که این فلسفه نه تنها دین رو در نبر دیده، یعنی دینهای قبلی ما پیش از اسلام که دین اصلیش زرتشتیه و دینهای منشأه و زرتشتی مثل معنویت، معنوی و مزدکی، هر سه اینها دینهایی است بر اساس تضاد. تضاد به این معنا که درست برخلاف دینهای ابراهیمی، یعنی دینهای سامی که عبارت از موسویت، عیسویت، اسلامه که تکیهشون بر وحدانیت، یعنی یک خالق جهان داره که این خالق است که بدی رو هم این میآفرینه، کما که میدونید که در تمام از تورات و قرآن این مسئله است که خدا انسان را آفرید و به ملائکش گفت که سجده کنند، همه کردن، شیطان نکرد، شیطان رانده شد
و شیطان از آن پس مظهر شر شد. پس این یعنی خدا آفریده، یعنی شیطان قبل از خدایی که وجود نداشته. بنابراین منبع شر همین است که اون شعر منصوب به ناصر خسرو که ظاهرن مال خودشه، چون شیبش مال خودشه، ولی خب گفتن منصوب به او هست، میگه خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از بیم نتوانم چخیدن، اگر ریگی به کفش تو نبودی چرا باید شیطان آفریدن. این معنیش همینه، یعنی این است که بالاخره شیطان رو خود خدا آفریده. این اصولا از وحدانیت، از تفکر وحدانی منشأ میشه، یعنی جهان یک منشأ بیشتر نداره، اون منشأ خدای خیر است، خداست اصولا، که اون خدا ضمناً بدی را هم میآفرینه. حالا در این مورد اون فلسفه اومده که چرا بدی آفریده شده، چرا شیطان، برای اینکه باید انسان رو آزمون بکنه، امتحان بکنه، صحبت. ولی خب به هر حال معنیش این است که باید آزمایش بشه انسان، که چه این کل قضیه. اما در ایران باستان چنین چیزی نیست. منشأ جهان دو تاست از آغاز، دو نیرو هم با هم جنگ میکنه، یکی بدی یکی خوبی، تاریکی روشنی، هرچی که بگیری دو تا تضادن که با هم جنگ میکنه. این اصلا تفکر اصلی ایرانی است، ایرانی است. یعنی تضاد، وقتی من میگم که در ایرانی به معنی فقط یه چیز عادی نیست، بلکه یه امری است که فلسفه و مذهبش رو هم در بر میگیره، به این معناست. چرا این امر پیدا شده؟ خیلی البته مشکل است گفتن این که چرا پیدا شده، ولی شاید یکی از مسائل مهم طبیعت ایران بوده. طبیعت ایران به خصوص کنونی نه، برای اینکه ایران خب مثل آکوردئون در طول تاریخ هی بسته شده هی باز شده، یعنی اگه بخواید که شما نقشه هایی رو از ایران تنظیم کنید، باید مثل این چیزهای سینمایی که یه چیزی روی یه چیز دیگه محو میشه، همینطور نقشه ها روی همدیگه محو بشه تا به شکل امروز سر کله گربه در بیاد. ولی به هر حال در این حیطه‌ای که ما ایرانش مینامیم، که اگر بخوایم از جهت پهناوری تاریخیش نگاه کنیم، در واقع از سرحدات چین، از مغولستان خارجی، کاشغر شروع میشه، بخشی از هندوستان رو در مینورده، میاد افغانستان و میاد ماوراء النهر، یعنی تمام بین درود سیهون و جیهون، میاد ایران کنونی و میره تا عراق عرب، یعنی عراقی که امروز عرب خوانده میشه، چون این یکی از جاهای اصلی فرهنگ و تمدن ایران بوده و هزار سال پایتخت ایران بوده. تیزفون هم پایتخت اشکانیان بوده و هم پایتخت ساسانیان، و این در چند کیلومتری بغداد امروز. خود بغداد اصلا اسمش فارسیه، بغداد یعنی خداداد، کلمه بغداد اصلا اسم فارسیه، اسم ایرانیه یعنی. بنابراین کلن این حیطه‌ای که چیز هست یک طبیعت بسیار متضاد داشته با هم. هنوز ما در ایران کنونی هم این تضاد طبیعی رو میبینیم. تضاد طبیعی به این صورت است که از یک سو بارانهای شدید و از یک سو خشکی‌های عجیب، از یک سو آسمان روشن و تابنده و آفتاب روشن، و از یک سو برعکس ابر و تاریکی، از یک سو عرض کنم که سرسبزی و خرمی زمین، از سوی دیگه کویر و اون خشکی، و عرض کنم که چیزی که هیچی توش رویده نمیشه. مجموعه یک مقدار تضاد که این در طبیعت مشهود است، و شاید یکی از چیزهایی که بیشتر از هر موردی این فکر رو به نظر میاره این است که شب و روز اولین امریست که آدمیزاد بهش توجه میکنه. ممکنه بفرمایید که خب چرا شب و روز رو همه ملل دیگه، اقوام دیگه هم داشتن؟ بله، ولی نگاه بکنید به اینکه بسیاری از جاهای دنیا شب و روز شاید به این وضوح و روشنی که ما در لاغت بعضی از جاها میبینیم که از جمله ایران جزشه نیست. یعنی مثلا شما اگر در نروژ و سوئد و به طور کلی اروپا باشید، اونجاها که خیلی، اون بالاها که خیلی، حتی تا حدود فرانسه شمالی و اینا هم، شما زیاد فرق شب و روز به اون صورت رو چیز نیست. یعنی بله البته روز از شب روشن‌تره، تردیدی نیست، اما اون دوگانگی عجیب بین تاریکی مطلق، شب‌های بی ماه بی ستاره چیز، و در عین حال روزهای
شدیداً آفتابی، اینا اموریست که اون تضاد رو میتونه در ذهن برای اولین بار نطفه های اون تضاد رو بکاره و به وجود بیاره. پس اولین چیزی که هست، یعنی میراثی که ما از ایران باستان در آستان هجوم عرب داشتیم، یکیش تضاد. دو تا دیگه هم هست که من بعد از بریک خدمتتون عرض می‌کنم. بنده راجع به این تضاد یک نکته‌ای را اضافه بکنم، اون این است که معنی تضاد در دین‌های عرض کنم که مانوی و مزدکی اونقدر آشکاره که هیچ لازم به چیز نیست، یعنی خود پیروان این دو مذهب هم به این به خصوص مانوی ها که اصلا پایی اصلی کارشون بر تضاده. زرتشتی ها در مورد تضاد بعد از اینکه با اسلام روبرو شدند دوچار یک اشکالی شدند، کوشش میکنند که بگویند که ما از آغاز دین وحدانی هستیم. میشه فهمید که چرا این کار میکنند. امروز هستند از زرتشتی هایی که کوشش فراوانی میکنن که بگن نه، ما در آغاز اصلا فقط در واقع اهورا رو ما قبول داشتیم و اون اهریمن در واقع وجود چیز نیست، اون کسی که به اصطلاح اون روح بد و روح خوب اون در طبقه بعدی از اهورا قرار گرفته. ترجمه میکنید؟ یعنی سپنتمی منیو و انگرا منیو، این دوتا که روح بد و روح خوب یعنی مظهر شر یا مظهر خوبی هستند، اینها بعد از اهورا مزدا قرار گرفتن. ما اهورا مزدا رو به عنوان یک خالق یکتا قبول، ولی چنین چیزی نیست در دین اصلی زرتشت. نیروی شر که اهریمنه و نیروی خیر که اهوراست، دو چیزی هستند که از آغاز وجود داشتن. بنابراین و البته این تمایلی که در این اشخاص پیدا شده بیشتر به در اینه که در انتهای در موقعی که اسلام پیدا شد در عربستان، یعنی در واقع اواخر دوران ساسان پیش از اینکه به ایران حمله بکنه، یعنی چون میدونید که ولادت پیغمبر اسلام در زمان انوشیروان بوده است، یعنی از دوران انوشیروان تا دوران موقعی که حمله به ایران شد از طرف اعراب، در طول این چیزی نزدیک اگر یادم باشه 60 سال مثل که اینجا این دعوت جدید، دعوت اسلام که به ایران آمد، موبدان برای اینکه تمهیدی در مورد این وحدانیت به اصطلاح بیاندیشند، کوشیدند که عقیده زروانی یا زروانی رو، هر دو گفته میشه، این رو اشاعه بدن و در واقع از اون استفاده کنن، بگن که ما در واقع به دنبال همون اعتقاد هستیم. چون در عقیده زروانی که خیلی عقیده قدیمی ایرانی هست، شاید پیشتر از میترائیزم هست در ایران وجود داشته، این است که یک ایزد اکران به اصطلاح اهورای اکران بوده، یعنی ببخشید اهورا میگه زمان اکران بوده که یعنی زمان بیکران، که اون خدای اصلی بوده. بعد اهریمن یا انگرمنیو و چیز از اون زاده شدن و اینها با هم جنگ کردن، یعنی در واقع زروانیان معتقد به این بودن که خدای اصلی همه چیز، خالق همه چیز زمانه، ترجمه کنید زمان، و بعد این دوتا فرزندان زمان بودن که با هم گلاویز شدن، این بدی و خوبی فرزندان زمان هستن. این یک اعتقاد خیلی قدیمی ایرانی هست که میگم پیش از حتی مذهب میترائیز بوده، ولی در اواخر دوران ساسانی به دلیل برخواستن دعوت اسلام از اون سو و برای اینکه با وحدانیت به اصطلاح روبرو بشن، در مذهب زرتشتی به نوعی این ایده زروانی رو خواستن زنده کنن، با این معنی که الان شرط دادم که اهورا بالاست و اون انگرمنیو و سپنتمنیو
زیر، یعنی در مرحله دوم از مخلوقات او هستن. ولی زرتشتی به معنی اصلیش هم که گفتم منشأ جهان رو دو نیرو میدونه، نیروی شریر و نیروی شر و نیروی خیر، که این دوتا در یک مبارزه دائم هستن. و بهترین دلیل اینم که زرتشتی اصلی همینطور فکر میکرده این است که مذاهبی هم که از این منشأ شدن مثل معنوی و مزدکی این تضاد رو سخت حفظ کردن، در معنویت که خیلی شدید، یعنی به صورت سیاه و سفید شده، و اینکه اصلا در معنویت در واقع رنگ خاکستری وجود نداره. به عبارت ساده تر، یا یک چیزی بد است یا یک چیزی خوب. جهان به دو اردوگاه به کلی مشخص تقسیم شده، بد و خوب، وسط وجود نداره. خب اینو بعد از اینکه گفتیم، پس این مسئله تضاد چون که گفتم یکی از میراث‌های فکری ایران باستانه. اما اندیشه دوم که اندیشه شاید از یک جهتی با جهان امروز نزدیکتر باشه، همون است که بهش اشاره کردم، اندیشه برابری و برادری است. این اندیشه مزدکی اصولا. در این اندیشه بنده به طور خلاصه دفعه پیش هم یه اشاره کردم، در این اندیشه اصولا این اصل هست، یعنی کلن حرف مزدک این بوده است که چون آفریدگان همه در موقع زادن یکسان هستند و هیچ فخری کمی یا زیادی نسبت به هم دیگه ندارن و یکسان و در شرایط چیز به وجود میان، بنابراین مواهب دنیا باید بین همه اینها تقسیم بشه. یعنی معنی نداره که بعضی ها خیلی داشته باشن و بعضی ها هیچی نداشته باشن. این مسئله رو در مورد در زمانی که مزدک پدید آمد در واقع در مورد زنان هم معنا و مصداق داشت، به این مفهوم که اون موقع چند همسری، چند زنداری به اصطلاح در ایران ساسانی بسیار بسیار رایج بود. برای اینکه به خصوص پادشاهان ساسانی، برای اینکه در اون زمان، الان اینم یکی از مسائلی است که زرتشتیان انکار میکنن، ولی مزاوجت، ازدواج با نزدیکان در مذهب زرتشت اولیه وجود داشته، یعنی میتونستن با خواهر و اصلا چیزهای نزدیک ازدواج کنن. بنابراین علاوه بر ازدواج با نزدیکان، تعداد همسران دیگری هم داشتن. این بوده است که یک در مورد بعضی از این پادشاهان ساسانی که الان یادم نیست، یکیشون در حدود 17 همسر داشته، ترجمه کنید. بنابراین اونجا مزدک مسئله با مبارزش با این چند همسری هست، یعنی میگوید که هر مردی هم باید یک زن داشته باشه و نه بیشتر. ولی این رو بعداً دشمنان مزدک به عنوان ایده اشتراک زنان مطرح کردن، یعنی به مزدک نسبت دادن که میگوید که زنان باید مشترک بین همه باشن. چنین چیزی نیست. معنی حرف مزدک این بوده است که تراکم زن در نزد یک مرد وجود نداشته باشه، همچنان که تراکم ثروت هم نباید وجود داشته باشه. ایده برابری و برادری یک ایده اصلی در مرکز بینش مزدک هست و به همین دلیل هم هست که مزدکی ها اولین اباهیون تاریخ خوانده شدند. البته کلمه اباه یه جنبه منفی داره، اباهیون یعنی کسانی که حرام، چیزهای حرام رو مباح میدونن. اصل لغت اباه از همون کلمه مباحه، مباح میدونید در عربی یعنی مطلوب، درست برعکس حرامه. یعنی اباهیون کسانی هستند که حرامی ها رو، آنچه حرام است اونها حلال میدونن، در حالی که چنین چیزی نیست. گفتم در مورد مذهب منتها یک مسئله هست و اون است که شاید اصلا تفکر مزدکی، اگر نگیم اولین، شاید هم اولین تفکر سوسیالیستی جهان. بنابراین این میراث مهمی هست، به خصوص با در نظر گرفتن این که قرنها بعد این در اروپا و چیز شایع شد و به اصطلاح اون چیزی که بعدها صورت پیشت، اول به صورت سوسیالیسم و بعد به صورت کمونیسم در آمد، در اصل همین ایده است، منتها با شاخ و برگ ها یا با چیزی که پیدا کرد، گسترشی که پیدا کرد. پس دومینش
از میراث‌های فکری ما از ایران باستان برابری و برادری است، که این نه فقط در مورد مزدک صدق میکرده، در بعد از اسلام بسیاری از فرقه های پنهانی رو به خودش جذب کرده بود. یعنی بسیاری از فرقه هایی که در ایران بعد از اسلام وجود داشتن، از جمله بابک خرمدین معروف، یعنی خرمدینان، اینا پیروان زرتشت بودن. عرض کنم که سپید جامگان که گفتم هشام ابن مقنع اون از توی چاه اون ماه مصنوعی رو در می آورد، اون پیروز مزدک بود. و بسیار از فرقه های دیگه که مجموع اینها رو زنادقه نام گذاشتن، زندیقه، که در عربی به معنی کافر هست، ولی در اصل لغت زندیقه، زندیقه فارسیه، زندیق همون زندیقه، زندیق یعنی زند، خودش یعنی اوستا، پا زند تفسیر اوستا، بنابراین زندیق یعنی اوستایی، منتها این در عربی به معنی کافر آمده است. دلیلش این است که خود مزدک اصلا موبد بوده است، خودش از موبدان مذهب زرتشتی بوده که این حرفا رو زده. بنابراین زندیق وقتی بهشون نسبت میدن یعنی این که او در واقع یک اوستایی، یعنی یک موبد زرتشتی بوده است، منتها خب از دین خودش عدول کرده دیگه، به این صورت این ایده ها رو آورده، در حالی که اصول مذهب زرتشت رو قبول داشته بقیه رو، ولی این دو این نظری که بنده گفتم آورده. به این دلیل است که در عربی اینو اینا رو زندیق میگن و معنی کلی کافر بهشون میدن. اون وقت گذشته از اینایی که واقعا پیروان مزدک بودن مثل این چند تایی که نام بردم، هر کس دیگری رو که احتمالاً با اسلام یا با شیعیگری یا هر چی از این قبیل مخالفت میکرد در طول قرنهای مختلف، اینها رو به نام زندیق میکشتن، که بسیار در تاریخ آمده است. خب حالا برسیم به سومین تفکری که میراث ما از ایران باستان بوده است، تفکر مادی است، یعنی آفرینش مادی جهان، که این رو ایرانیان باستان از یونانی ها تأثیرش رو پذیرفته بودن. یعنی این که آفرینش جهان رو به اون صورتی که در دین های ابراهیمی گفته شده است قبول نداشتند، بلکه آفرینش جهان رو بر اثر تحول ماده می دونستند. و کسی که بیشتر از هر کسی مشهور است به اینکه این ایده رو آورده، دموکریت معروف است که از فلاسفه یونان باستان پیش از افلاطون و ارسطو است، در بعد گمون میکنم 600 اگر اشتباه نکنم 600 پیش از میلاد، که در ادبیات فارسی و عربی به نام زیمقراطیس آمده است. دموکریت زیمقراطیس این کسی است که اصلا جزء لایتجزا یا اتم رو تشخیص داد و گفت که جهان از مقداری اتم به وجود آمده. اول اتم به وجود آمده، یعنی واحد ماده اتم بوده است که این وجود داشت، نه اینکه به وجود آمده، این همچنان بوده است. تحولات این ماده، یعنی این اتم، یعنی ترکیبش از همگسستگیش و به هم پیوستگیش، این است که جهان مادی ما رو به وجود آورده. یعنی پس آفرینش این نبود از که یک موجودی باشه که دنیا رو بیافرینه، نه، ماده وجود داشته، تحولات ماده که جزء اولش همین اتم بوده است یا جزء لایتجزا یا از جهت اصطلاح فلسفی که ایرانی های بعد از اسلام به کار بردن جوهر فرد، یعنی اتم، این بوده است که موجب پدید آمدن جهان شد. این ایده زیمقراطیس است که بعدها به ایران رسوخ پیدا کرد، به خصوص در دوران نوشیروان، برای اینکه عده‌ای از فلاسفه یونانی، چه مادی و چه نو افلاطونی، به دعوت نوشیروان آمدند و به شهادت خیلی از کتاب‌ها، از جمله شاهنامه، در حضور نوشیروان و بزرگمهر با هم بحث‌های فلسفی می‌کردند. عده‌ای از یونانی‌ها رو انوشیروان دعوت کرد
که در جندی شاپور که شهری در جنوب ایران بود که هنوزم وجود داره، اینجا دانشگاهی ساخت که دانشکده طبش همون موقع خیلی معروف بود و دانشکده در فلسفه و علوم و اینها عده‌ای از چیزهای یونانی رو دعوت کرد که اونجا بحث میشد و اینها، و این تا زمان حمله اعراب هم وجود داشت. بنابراین از یونان این فکر سفر کرد و به ایران اومد، اما این به حدی در ایران طرفداران نه از جهت کثرت یا از جهت اکثریت، از جهت برگزیدگان طرفداران خیلی پروپا قرصی در ایران پیدا کرد، چه پیش از اسلام و چه بعد از اسلام. اتفاقا نکته که خیلی مهم هست و الان بهش میخواییم برسیم این است که این پایه تفکر مادی است که به یک مفهوم اصلا عرفان ایرانی رو، عرفان اصلی ایران رو بنیادگذاری کرده. و اگر بپرسید که چی به موقعش بنده خواهم گفت، ولی پیش از اینکه به اونجا برسیم من این رو یادآوری بکنم که اصولا سه نوع تفکر در جهان درباره آفرینش بیشتر وجود نداره، که به طور خلاصه اگر بگیم یکی تفکر علت و معلولی هست، یعنی که هر علتی خودش بعداً معلول قرار میگیره، یعنی همین فلسفه مادی که الان ما ازش بحث کردیم، یعنی که در واقع علت و معلول یک چیز هستن منتها با تغییر موقعیت هست که فرق میکنن. حالا خیلی نمونه دم دستیش مرغ و تخم مرغ دیگه، یعنی دائما این عوض شدن مرغ و تخم مرغ، از مرغ دوباره، از مرغ تخمش به وجود میاد، از تخم مرغ دوباره مرغه، یعنی این علت و معلول دائما جا عوض میکنن، ولی و ادامه این امر است که جهان رو اصلا متحول میکنه. بنابراین فلسفه طرز تفکر اولی بر روی فلسفه علت و معلول است که پایه فلسفه مادی هم است. اما نوع تفکر دوم تفکر تک علتی و همه معلولی هست. این اصولا تفکر مذهبی، هر نوع تفکر مذهبیه که معتقد است که یک علت وجود داره که عبارت از خالق، بقیه معلول اون هستن، یعنی تفکر تک علتی و همه معلولی. این درست در مقابل اون یکی قرار میگیره. اگر اون تفکر علت و معلولی هست، این یکی، یعنی هر چیزی علت اون یکی و معلول اون یکی باز هست، این یکی میگه نه، یک علت وجود داره، بقیه همه معلول اون هستن. این یعنی تفکر مذهبی، هر مذهبی که چیز بکنه. سومی که هیچ کدوم از اینا نیست، در واقع معتقد به یک حقیقت مطلق است که این حقیقت مطلق بر اثر اتفاق حادث شده و این اتفاق است که ادامه پیدا کرده. این عرفانیه، این تفکر عرفانی. اتفاقا این تفکر عرفانی با نوعی برداشت اخیر فیزیکی جهان هم میخونه. این بیگ بنگ لابد شنیدید، تفکر اصلا چیز جدید فیزیکی که اصلا جهان بر اثر یک انفجار ناگهانی به وجود آمده و بعد تحولات در این انفجار اتفاق افتاد. این جدیدترین تفکر، یعنی تئوری فیزیکی پدیداری جهانه که بیگ بنگ اسمشه. این تفکر عرفانی فهم با این خیلی جوره، منتها خیلی قدیمتره. به هر حال این تفکر دیگر هم رابطه علت و معلولی به اون معنی توش هست، ولی علت اصلیش نیست، هم رابطه تک علتی و همه معلولی، ولی که به عبارت ساده تر در این هم اون اتفاق، خود اون اتفاق یه علته و هرچی که بعد از اون اتفاق افتاده معلوله، ضمن این که هرچی هم توش اتفاق میفته علت و معلول داره. پس این یکی سومی هیچ کدوم از اونها نیست، ولی جامع اون دوتاست که این تفکر عرفانی ما رو تشکیل میده. حالا برسیم به این نکته مهم که ببینید چگونه این تفکر، یعنی فرهنگ برگزیدگان ما، من میخوام بگم که بر روی این تفکر مادی و به خصوص بر روی این تفکر سومی که گفتم، یعنی تفکر عرفانی قرار گرفته، و این درست در نقطه مقابل تفکر اسلامی که یک تفکر تک علتی و همه معلولی است قرار میگیره.
برای اینکه ببینید و من نمونه بدم و خیال نکنید که اینها تخیلات و چیز هست، الان به شما نمونه خیلی زنده میدم. اون نمونه زنده شما لابد داستانهای آفرینش رو که میدونید که چی هست، از روی قرآن و تورات، هر دو یکی با یه تفاوت، یعنی دو تفاوت در چیز توراتیش این است که شیطان وقتی آدم چیز میشه به صورت مار خودشو در میاره و اون مار است که به اصطلاح چیز رو شیطان رو فریب میده، در واقع تعبیر بعدن روانشناس آدم رو ببخشید، تعبیر روانشناسانش اون سمبول به اصطلاح جنسیته در واقع. و یکی هم غیر از چیز، یکی هم مسئله به وجود آمدن زن از دنده مرد که خیلی تنین طنزآمیز و غیر طنزآمیز در همه ادبیات دنیا چیز کرده و شاید هم به همین دلیل که ما مردای تختم کمه، ولی در هر حال این امری است که در تورات اینجوری هست. در قرآن البته این امر به این صورت نیست، یعنی این مسئله تخته کم شدن، تخته و زن از دنده مرد پدید آمدن و اون مار حذف شده، ولی بقیه چیزا عیناً همون امر توراتی است. خدا آدمیزاد رو از خاک، از گل می آفرینه و به فرشتگانش میگوید که به این سجده کنید. فرشتگان که از نور یا آتش هستند همه این رو میپذیرن، سجده میکنن، جز یکی عزازیل، اسم فرشتگانه شیطان عزازیله. عزازیل میگوید که نه، من از نور و آتشم، این از خاکه، من به این سجده نمیکنم، و از اونجا از درگاه خدا رانده میشه. این داستان آفرینشه. برای اینکه این خیلی مستند باشه، من این رو از قول یکی از بزرگترین مفسرین اسلامی، یعنی علامه اقبال لاهوری که شاعر بزرگ فارسی زبان هم هست، برای شما میخونم که عیناً در واقع ترجمه دقیق کلمات قرآنی است. سوره اعراف آیه 21، شما را آفریدیم و به شما صورت بخشیدیم، یعنی به آدم، و آنگاه به فرشتگان گفتیم که به آدم سجده کنید. عرض کنم که قرآن سوره طه آیه 22 و 120، پس شیطان در او وسوسه کرد، گفت ای آدم، آیا خواهی که تو را به درخت جاودانی و پادشاهی که کهنه نمی شود راه نمایی کنم؟ پس آدم و حوا از آن خوردند و عورتهاشون بر ایشان آشکار گشت و به آن پرداختند که خود را با برگهای درختان باغ بپوشانند، و آدم نافرمانی پروردگار خود کرد و از راه به بیراهه افتاد. سپس پروردگارش او را برگزید و بر او ببخشود و راهنماییش کرد. قرآن سوره احزاب آیه 72، ما امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم که از بردن آن سر باز زدند و از آن ترسیدند، و انسان آن را برداشت که او بسیار ستمگر و نادان است. ظلوماً جهولا، این چیزو به دلیلی که تناقض، البته آیات هم اینجا آشکار است، اونجا خداوند انسان رو که نافرمانی کرده است میبخشاید و میفرسته به زمین، او رو راهنمایی میکنه. اینجا در واقع کلام خداوند این است که این که ما نمایندگی خودمون، امانت یعنی نمایندگی خدا، خدا بودن، این امانت رو به همه از کوه و زمین و آسمان عرضه داشتیم، اونها نپذیرفتند، آدم پذیرفت. چرا؟ برای اینکه او
بله ظلوم من جهولا، برای که احمق و ستمگر بود اون پذیرفت. یعنی که این که آدمی زاد نمایندگی خدا رو پذیرفته علامت جهل و ستمگریشه. خب این الان برداشتی است که برداشت آفرینش و آدمیزاد است در قرآن. اما ببینیم که این برداشت در دو تا از بزرگترین شاهکارهای ادب فارسی چگونه است. بنده اول فردوسی را عرض می‌کنم. در شاهنامه که بنده عرض کردم چندین بار و نوشتم این رو، شاهنامه به خلاف که اون چی که گفته میشه اصلا کتاب شاهان معنی نمیده. این کلمه به دلیل اینکه غلط ترجمه شده است، یعنی به انگلیسی شده The King of the Book of the Kings و به فرانسه شده Le Livre de Roi، این ترجمه ها ترجمه های غلطه. بنابراین خیال کردن، خود ایرانی ها هم خیال کردن که شاهنامه یعنی کتاب شاهان. این اصلا از جهت دستور فارسی غلط است، زیرا که ما اگر بخوایم به سیاق فارسی بگیم کتاب چی، باید یا بگیم کتاب شاهان، یا اگر به صورت امبرسیون یعنی وارونش بگیم باید بگیم شاهان نامه یا خسروان نامه، چنان که داشتیم، یا خسروانی نامه. زیرا وقتی که به یک فرد اطلاق کنیم معنیش این است که این کتاب مال اونه، این شاه کیه؟ شاهنامه. نمیتونه اینطور باشه. اگر کتاب شاهان اونطور که ترجمه شده به انگلیسی و فرانسه باشه، پس باید فارسی چم باشه؟ شاهنامه یا خسروان نامه. پس این شاهنامه به معنی کتاب شاهان نیست، بلکه شاهنامه به معنی بهترین کتابه. چرا؟ برای اینکه در فارسی به هر چی از بهترین نوعش با کلمه شاه اطلاق میشه، اولش کلمه شاه میاری، شاهکار، شاه میوه، شاه رود، شاه کوه، هر چی بگی بهترینش رو شاه اولش میذاریم. دلیل اینم البته یه دلیل فرهنگی و اساطیری داره که به موقعش بهش من اشاره میکنم، ولی در هر حال در زبان امروز هم هست. شما هر چیزی بگیم شاه پسر، این کلمه شاه به معنی بهترین از هر نوعه. بنابراین شاهنامه یعنی بهترین کتاب، یعنی برترین کتاب. دلیل و خود فردوسی هم این را اصلا در خود کتابش هیچ جا به کار نبرده. یعنی شما کلمه شاهنامه رو در سراسر کتاب شاهنامه نمیبینید. او به خسروانی نامه، نامه خسروان، این چیزا اشاره میکنه که منابعش بودن، یعنی اون کتابایی که ازش استفاده کردن که بهش خواهیم رسید، خدای نامه ها و چیزهایی که بهش رجوع کرده. ولی به هیچ وجه خود اسم شاهنامه در شاهنامه نمیاد. پس این چیه؟ لقبی است که مردم دادند، کما اینکه ما به حافظ، به کتاب حافظ میگیم لسان الغیب. هیچ جا در حافظ لسان الغیب نیامده اصلا. این در قرن نهم به کتاب حافظ، اونم نه به خودش، به دیوان حافظ لقب لسان الغیب داده شد به وسیله هیئتی که تعیین شدن برای اینکه غزل‌های حافظ رو از همه جا جمع آوری بکنن به سرپرستی امیر علی شیر نبایی. از اون زمان لسان الغیب لقب رسمی شد، بعد تو دهن مردم هم افتاد که همه میگن لسان الغیب، بعدم خیال میکنن لقب خود حافظه، در حالی که لقب کتاب حافظه. هم پس شاهنامه لقب کتابی است که فردوسی ساخته، یعنی بهترین کتاب. اما چرا گفتن شاهنامه؟ دو دلیل داره. یکی اینکه شاهنامه اصولا یک نوع ترجمه دوردستی است از خدای‌نامه که منابعش بوده، 15 خدای‌نامه بوده که از زمان انوشیروان تدوین شده بوده و اینا در جاهای مختلف بودن که نسخه هاش فردوسی به دست آورد. خدای‌نامه هم همین معنی رو میده، چون در فارسی خدا هم به عنوان بهترین چیز به کار میره، میگه خدا کیلومتر میرفت. همین الان هم ما میگیم اینا رو، یا فلانی در موسیقی خداست، در فلان. این خدا درست همین معنی رو داره. بنابراین در گذشته هم خدای‌نامه باز همین معنی رو داشته، یعنی کتاب برتر. اما دلیل دومش این است که اصلا فردوسی شاهنامه رو نه به عنوان کتاب اساطیر سروده است،
نه به عنوان کتاب تاریخ. اینم از اشتباهه. درسته که هم اساطیر توش هست و هم تاریخ، ولی قصد اصلی فردوسی به وجود آوردن کتابی است نظیر اوستا در مقابل قرآن، یعنی کتابی که اون حد از شیاع و رواج رو به خودش میگیره، یعنی یک کتابی که اصلا درباره آفرینش جهان حرف میزنه. اگر این مربوط میشد صرفا به تاریخ یا اساطیر، ما در شاهنامه نمیدیدیم که اولش بیاد بگه که چگونه آفرینش چجوری پیدا شد. چند شما بخونید اول شاهنامه رو، درباره پیدایش جهان، ماه، خورشید، انسان و اینا حرف میزنه. یعنی درست مثل کتابای مذهبی. هیچ کتاب تاریخ اینجوری شروع نمیشه، هیچ کتاب اساطیر هم اینجوری شروع نمیشه. این کتابهای مذهبی هستن که درباره آفرینش جهان حرف میزنن. بنابراین فردوسی در واقع نسخش در شاهنامه سرایی کتابهای مذهبی بوده، نه برای اینکه مذهب به اون کتابی بیارد که اون کتاب اون کتابها رو نسخ بکنه. و این رو قدما در ادوار مختلف فهمیدن. به همین دلیل است که به فردوسی لقب پیامبر داده شده. آخرینش بهاره که گفته، میگه هست، میگه شاهنامه هست بی اقراق قرآن عجم، شاهنامه هست بی اقراق قرآن عجم، رتبه دانای توسی رتبه پیغمبری. پس ببینید این آخرینه که بهار میگه. پیش از این هم کسانی گفتن و بیهوده نبوده است در طول قرون که در پای هفت سین اید خیلی جاها، از جمله بنده در تفتان سیستان و در شوش دیدم شاهنامه میذاشتن، یعنی قرآن نمیذاشتن، شاهنامه میذاشتن. هنوز یعنی این که بنده میگم مال مثلا 25 سال پیشه. حالا از همه اینا گذشته ببینیم که آفرینش در شاهنامه چجوری شروع میشه. میگوید که بله، اولا حرفی که میزنه میگه که با کرامیان و اصولا مذهبیون به طور کلی مخالفتی داره و اون میگه این است که چون کرامیان گروهی بودن که جسمانیت به خدا میدادن، یعنی انقدر دربارش یقین داشتن که میگفتن ما با دست میتونیم لمسش بکنیم. اینا کرام پیرو مردی بودن به نام کرام، ولی واقعا معتقد بودن که خدا نه تنها اصلا چیزه بلکه قابل لمسه، میشه لمسش کرد. عده دیگری از مذهبیون بودند که معتقد بودند که خدا رو میشه دید، یعنی قابل رؤیت هست. هر دوی اینها رو فردوسی رد میکنه. میگوید که به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را، بیننده یعنی چشم، به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را، بی خود کوشش نکن با دو تا چشمت خدا رو ببینی، نمیبینی. نه اندیشه یابد بدونیز را که او برتر از نام و از جایگاه. میگه اندیشه هم یعنی فکر هم نمیتونه اونو بگیره، چون این در مقابل اون تفکر اشعری است که در زمان فردوسی سخت رایج بوده که میگفتن که خدا در جزئیات زندگی شما دخیله، یعنی اینکه اصلا شما اراده‌ای ندارید جز اون چیزی که او به شما القا می‌کنه. یعنی اگه شما بخواید آب بخورید، این اراده خداوندی است که به شما تحمیل شده و شما رو وامی داره که لیوان آب رو برداره. در مقابلش گروهی که از اعتزالیون گرفته که اب نزدیک‌ترین بودن، به هر حال چیز مقابل اشعریه بودن، تا گروه هایی که حالا فردوسی هم جزشه، اینها میگفتن اگر خدا هم وجود داشته باشه اصلا او برتر از این است که به این جزئیات دخالت کنه. خدا به هیچ وجه کارش این نیست که در زندگی روزانه آدم ها دخیل باشه، او فقط به عنوان یک آفریننده باید قبولش داشته. بنابراین اندیشه ما هم نمیتونه اون رو پیدا کنه. نه اندیشه یابد بدون نیز را که او برتر از نام و از جایگاه، ز نام و نشان و گمان برتر است،
نگارنده برشده گوهر است. سخن هر چه زین گوهران بگذرد نیابد به دور آب جان و خرد. میگه هر چه از گوهران در فارسی یعنی چهار عنصر، آب و باد و خاک و آتش. میگه هر چه که اینا هست ما میتونیم دربارش اندیشه کنیم و از این که بره بالاتر اندیشه ما اصلا بهش دست نمییابه و خدا بالاتر از این قرار داره. خرد گر سخن برگزیند همی، طرفدار اون که یعنی اشاره اون کسانی که میخوان با عقل وجود خدا رو اثبات کنن، یعنی از راه چیز منطق. میگه خرد گر سخن برگزیند همی، همان را ستاید که بیند همی. میگه اگه عقل بنا بشه چیز بکنه، همون چیزی که میبینه میگه، نه اون چیزی که نمیبینه، چون عقل ما حکم میکنه اون چیزی رو قبول بکنیم که میبینیم یا حس میکنیم، اون چیزی که نمیبینیم و حس نمیکنیم نباید قبولش کنیم. پس خرد نمیتونه خدا رو ثابت بکنه، برای اینکه با خرد ما نمیتونیم خدا رو ببینیم و نه به اون صورت چیزش کنیم، لمس کنیم. خرد گر سخن برگزیند همی، همان را ستاید که بیند همی. خرد را و جان را همی سنجد او. میگه خدا تازه خرد و چیز ما رو اون میسنجه. چطور خود این خرد قادر است اونو ببینه؟ به عبارت دیگه فردوسی میگه دوربین از بالا به پایینه، یعنی این خداست که خرد و فهم ما رو میسنجه و قضاوت میکنه. خرد و سنجش ما از پایین نمیتونه اون بالا رو ببینه. بدین آلت رای و جان و زبان، ستود آفریننده را کی توان. حتی ستایشش هم بیهوده است، برای اینکه با این زبان و این چیزایی که ما داریم ستایش آفریننده هم بیهوده است. کل این حرف ببینید به آخرش اینجور میگه، میگه به هستیش باید که خستو شد. یعنی تو اگر میخوای فقط باید هستی او رو اعتراف کنی، یعنی اعتراف کنی که هستمی. ز گفتار بیهوده یک سو شوی، یعنی دیگه در پی اثبات و اینا بر نیاد. اما معنی کلی حرف فردوسی به طور مطلق این است که اصولا چنین چیزی نمیتونه وجود داشته باشه. حالا دلیلش این است که آفرینش جهان رو طوری که وصف میکنه این عیناً آفرینش مادی جهان است. نگاه کنید، فلک ها یک اندر دگر بسته شد بجنبید. چون اولش هست که از ناچیز چیز پدید میاد، که این بخش رو من الان اینجا ندارم. میگه فلک ها یک اندر دگر بسته شد بجنبید چون کار پیوسته شد. اولا کلمه ناچیز و چیز رو برای شما تعبیر کنم. ناچیز به معنی نیستی نیست، چون در مذهب گفته میشه از هست رو خالق از نیست به وجود آورده، یعنی نیستی از درونش هستی در آمده. فردوسی میگه از ناچیز چیز پدید آمده. ناچیز به معنی نیستی نیست، به معنی جزء کوچکه، یعنی همون اتم. از ناچیز است که چیز پدید آمده. حالا بعد از این مراحل میگه فلک ها یک اندر دگر بسته شد بجنبید چون کار پیوسته شد. مثل یک در واقع چیز رو مکانیکی، مثل یه ماشین می‌بینیم. میگه افلاک بعد از اینکه این ماده، یعنی تک ماده به هم ترکیب شد، اینها وقتی خوب چیز شد به هم که پیوسته شد به راه افتاد. درست مثل ماشین‌هایی که به هم پیوسته بشه و بعد حرکت آغاز کنه. حالا زمین را بلندی نبود جایگاه، یکی مرکزی تیره بود و سیاه. در وسط این افلاک زمین چون بالا نبود جای تاریکی بود، تاریک و سیاه افتاده بود. ستاره به سر بر شگفتی نمود، به خاک اندرون روشنایی فزود. ستاره این یعنی خورشید. ستاره معنی به طور کلی یعنی به اصطلاح نجم فلکی. خورشید هم جزء ستارگانه در واقع. میگه ستاره به سر بر شگفتی نمود، به خاک اندرون روشنایی فزود. پس زمین که سیاه و تاریکی پایین افتاده بود، خورشید بهش نور داد که بالا بود. همی بر شد ابر و فرود آمد آب، یعنی ابر بلند شد و خورشید تابید. خورشید تابید و آب رو به اصطلاح بخار کرد.
آبها بلند شد و آمد پایین دوباره، یعنی مثل باران آمد پایین. همین گشت گرد زمین آفتاب. البته این تصور بطلمیوسی قدیمه که هنوز کوپرنیک و گالیله نبودن که بیان بگن که این برعکس زمین است که دور خورشید میگرده. بطلمیوس معتقد بود که خورشید دور زمین میگرده. همی بر شد ابر و فرود آمد آب، همی گشت گرد زمین آفتاب. ببالید کوه آبها بردمید. کوه کم کم از بالیدن در فارسی یعنی رشد کردن، یعنی کوه ها رویدند، رشد کردن. سر رستنی سوی بالا کشید، یعنی هرچه رویید سرش رو به بالا رفت، به طرف آسمان، به طرف خورشید. گیا رست با چند گونه درخت، به زیر اندر آمد سرانشون زبخت. یعنی گیاها میگه که همه رویدن به طرف بالا و درخت ها به خصوص چند گونه درخت، ولی اینها ناچار شدن سرشون دوباره به پایین بیاد، یعنی بالا سرشون نگه نه. چون میدونید که درخت به خصوص وقتی میوه پیدا کنه نهد شاخ پر میوه سر بر زمین، به قول سعدی. ببالد ندارد جز این نیرویی، نپوید چو پویندگان هر سوی. میگه گیاه رستنی و درخت یک راه رشد داره، فقط به صورت رشد کردن عمودیه، نمیتونه راه بره، حرکت نمیتونه بکنه. از آن پس چو جنبنده آمد پدید، همه رستنی زیر خیش آورید. پس میبینید اول جماد و نبات پیدا شدن، میگه ببالید کوه آبها بردمید، سر رستنی سوی بالا کشید. پس اول جماد و نبات پیدا شد، بعدش حیوان. از آن پس چو جنبنده آمد پدید، همه رستنی زیر خیش آورید، یعنی هرچه گیاه بود رو هم در اختیار گرفت. سرش زیر نامد به سان درخت، یعنی حیوان سرش دیگه مجبور نبود مثل درخت به زیر بیاد. نگه کرد باید بدین کار سخت، میگه باید به این موضوع خیلی دقیق شد. حیوان رو میگه خور و خواب و آرام جوید همی، و از آن زندگی کام جوید همی. نه گویا زبان و نه جویا خرد، ز خاشاک ها خیشتن پرورد. میگه حیوان درسته که برعکس گیاه میتونه را بره، سرش هم مجبور نیست که مثل گیاه پایین باشه، ولی خور و خواب و آرام هم داره، از زندگی هم کام بهره میگیره، اما نه زبان دارد نه عقله، و از خاشاک ها یعنی از گیاه ها، از رستنی ها تغذیه میکنه. از این بگذری مردم آمد پدید، بعد از گیاه آدم پدید شد. شد این بندها را سراسر کلید، سرش راست بر شد چو سر به بلند، به گفتار خوب و خرد کاربند. پس انسان فرقش این است که سرش راست بالا شد، بالید بلند، و گفتار خوب و خرد به کار او آمد. پذیرنده هوش و رای و خرد، مرو را دد و دام فرمان برد. یعنی هم حیوان وحشی هم حیوان اهلی از او فرمان میبرد. زراح خرد در نگارند، در نگرندکی، که معنای مردم چه باشد. یکی تو را از دو گیتی برآورده‌اند، به چندین میانجی بپروردند. میانجی ها چی بودند؟ سنگ، گیاه، حیوان. نخستینت فکرت، پسینت شما، تو مر خویشتن را به بازی مدار. یعنی بشر به بشر میگه تو خودتو بازیچه تصور نکن، بلکه همه این اتفاقات افتاده است برای اینکه تو به وجود بیای، و اولین چیزی که داری فکرت هست، تفکره. آخرین چیزی که داری شمارته، یعنی کیفیت برای تو مهمتر از کمیت. شمار یعنی تعداد. پس تو از نسبت به موجودات دیگه احتمالاً از جهت تعداد کمتری، ولی اونچه که تو رو بیشتر میکنه و بالاتر میکنه فکر توه. نخستینت فکرت، پسینت شمار، تو مرخیشتن را به بازی مدار. میبینید
آفرینش انسان در شاهنامه اصلا با آفرینش قرآن به تورات یکی نیست. تحول مادی است. پس می‌بینید که شاهنامه اصلا از آغاز آفرینش انسان رو جور دیگری می‌گه که در قرآن و در تورات اونجور گفته نشد. در اوستا اینجور گفته نشد. این تفکری است که بعداً ما در مولوی خواهیم دید به صورت دیگر شد. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم. بله. مردم از حیوانی و آدم شدم، عیناً همین مرحله. پس چه ترسم؟ چه ایز مردن کم شدم؟ حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر. بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. این البته ادامه تفکر فردوسی است که صورت عرفانی مطلقش میگیره، ولی فردوسی تا اونجایی که از جمادی مردم و یعنی از جماد به گیاه و از گیاه به حیوان و از حیوان به انسان، عیناً تفکری است که مولوی هم در اول در چیزش میاره، در مثنویش میاره. سخن رو تا اینجا ما تمام میکنیم و بقیه گفتار رو به بعد میذاریم. اگر که در این باره، در این باره هایی که بنده عرض کردم پرسشی هست بفرمایید. آقای این فرقه دیشب اتفاقا من ندیده بودم که یک نفر از خود آقای دکتر منشئی، بله بله، ایشون صحبت میکردن که شاهنامه نفته من بالا دیده بودم که ایشون در یک جلسه ایرانی اعلام کرده که شاهنامه چیزی جز ترجمه قرآن نیست. مثلا این چیزی که الان شما دارید، این ادعا رو البته میشه کرد، به شاهنامه رو شما بفرمایید کجاش من ترجمه قرآن نیست. نه شما اصلا بفرمایید که شاهنامه رو بذارن ببینن، نه به بنده نشون بدن کجاش ترجمه قرآن. همینجوری گفتن تو عهد آسونه، ولی مثل بنده که اینجا مثال آوردم شما ازشون بپرسید که کدوم جزء قرآن هست که ترجمه بشه شده. اگه شما به شما گفتن اون وقت درست چای فرنگ هم بود. شب مثل همون بود که دفعه قبل میگفتید برای پروتکشن فردوسیه که بله اونو میگن اینجوری که بگن که فردوسی رو بله شیعه هم کردن و گفتن این شیعه حتی دوازده امامیست و اینا. نه ولی این ادعا خیلی ادعای عجیبی که شاهنامه ازن شاهنامه ترجمه قرآن. بله نه شما فقط بپرسید که موردش کجاست، شما بفرمایید موردش کجاست و یکی از اون چیزهای قرآنی که در شاهنامه منعکس شده شما نشون بدید. خب در مورد اینکه در زمان فارسی ذهنیات از عربی بیشتر تأثیر گرفته، شما گفتید که در عربی فرهنگ قبیل رویانی شهریت یا تمتع و قبیل هم شده. من راجب عرب اصلا صحبت نکرد، راجب ایران صحبت کرد. برای مورد ایران، ولی برداشت هایی که شاید در عرب دلعکس بوده، فرهنگ از فرهنگ ایران قبیل‌تر بوده، ولی تمتع ضعیف‌تر. این یه بحث دیگری است که بنده خواهم کرد البته این دفعه آینده، ولی الان برای اینکه به سوال شما جواب داده باشم این رو خدمتتون عرض می‌کنم که زبان عربی و شعر در زبان عربی به دلائلی چند خیلی پیش از اسلام در دوران جاهلیت هم خیلی قرص بوده و خیلی معتبر بوده. زبان به دلیل اینکه اعراب اقوام پراکنده بودن، ترجم کنید، اقوامی بودن در صحرای عربستان خیلی پراکنده، گفتم تعداد شهرنشینان بین اعراب خیلی کم بود. برای این و اینها در هر جایی برای اشیایی که دور خودشون بود هر قبیله‌ای لغت‌هایی داشت. ترجمه کنید، موقعی که اسلام اومد و اعراب رو متحد کرد تمام این گویش‌ها به هم پیوست، در نتیجه زبان عربی یک توانگری خاصی پیدا کرد. ترجمه کنید، ترجمه کنید، مثلا فکر کنید هنوز در ایران متاسفانه این اتفاق نیفتاده، فرض کنید که گویش‌های تبری، گیلک، نمیدونم بجنوردی، همه اینها وارد زبان اصلی فارسی بشه، یعنی زبان دری که ما حرف میزنیم، خیلی غنی‌تر میشه. همون کاری که در قرن چهارم فردوسی کرد، یعنی فردوسی، ان شاءالله من بعداً صحبت میکنم،
شاهنامه فردوسی برخلاف اون چی که میگن این نیست که زبان نیست که عربی رو دور کرده باشه، نه، لغات عربی در شاهنامه هست. کار مهم فردوسی این است که از گویش‌های مختلف زبان فارسی لغاتی رو وارد زبان ادبی کرده که پیش از اون ما نداشتیم، یعنی پیش از اون به کار نمی‌بود. حالا در عربی این اتفاق افتاد، یعنی وقتی که اسلام اومد گویش‌های مختلف این اقوام عرب ریخت رو هم و در نتیجه یک زبان غنی به وجود آمد. اما گذشته از این، زبان شعر عربی قبل از اسلام هم در جاهلیت شعر قوی بود. اون یه دلیل دیگه داره، برای اینکه انسان اصولا احتیاج به بیان خودش داره و هنر بزرگترین وسیله بیان خودشه، بیان درونشه. همطور که بحثی کردیم راجبه اینجا نبود، البته در اون یکی کلاس بنده بود، راجبه فرق علم و هنر. علم در واقع گره گشایی از درون آدمیزاد، یعنی از عواطف آدمیزاد نمیتونه بکنه. این هنر است که این کار رو باید بکنه. هنر شعبه های مختلفی داره، مثل نقاشی، از که مجسمه سازی، معماری اینا. حالا در عربستان برهوت که اصلا منظره‌ای برای نقاشی نبوده و اصلا خود ساختن رنگ و نمیدونم این چیزا و بوم نقاشی اینها اصلا یه مقدماتی میخواد، مجسمه سازی و به خصوص که اینا تبدیل به بت پرستی میشده و بعد که اسلام اصولا اینو نفی کرده، ولی اون موقعی هم که اینا بت میپرستیدن، بت هاشون به صورت خیلی ابتدایی بوده، برای اینکه مواد لازم رو نمیشناختن. مثل یونانی ها نبودن که بتونن سنگ رو بتراشن یا حتی فلز رو بسازن به صورت مجسمه در بیارن یا نقاشی بکنن. تنها و ضمناً عربستان جایی بوده است که در طوفان‌های شدید و ریگ‌های روان معروف بوده است، هر چه می‌ساختن از جا کنده می‌شده. توجه می‌کنی؟ بنابراین تنها هنری که از اینها آسیب نمی‌دیده هنر کلام بوده است، شعر، که حتی احتیاج به نوشتن هم نداشته، یعنی می‌شده حفظ می‌کنه. به همین دلیل است که وزن و قافیه در شعر عربی و بعد به فارسی هم آمده است مهمترین ضابطه حفظ کردن شعره، چون اگه وزن و قافیه نباشه ذهن نمیتونه شعر رو حفظ کنه. در عرب به این دلیل شعر قوت گرفت، برای اینکه تنها وسیله بیان عواطفش بود. راجعون کنیم، به این دلیل بود که زبان عربی و شعر عربی علارغم همه عقب ماندگی های دیگه خیلی پیشرفته بود و همین بود که ایران بعد از اسلام رو تحت تاثیر داد. یه حالت ایتالیا و سوئیس مانند مثلا دقیقاً همینطوره، بله. یعنی هر چقدر ایتالیا، حالا ایتالیا که به هر حال به تمدن جدید هم خیلی آشناست، ولی من یه مثالی، مثلا جایی مثل فرض کنید که اسپانیا رو بگیرید با مثلا سوئیس یا سوئد رو، اونا تمدن دارن ولی اسپانیا هنوز اصلا تمدن اونها رو به هیچ وجه نداره، خیلی عقب‌تر از سوئد و سوئیسه، اصلا قابل مقایسه نیست. ولی ادبیات و هنر اسپانیا خب خیلی غنی‌تره، اصلا هنر به خصوص شعر امروز اسپانیولی زبان، چه در داخل اسپانیا و چه در جاهایی که زبان اسپانیایی مثل آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی هست، خب یکی از بزرگترین شعبه‌های شعر و ادب امروز جهانه و چند تا از بزرگترین رمان نویسای دنیا، گارسیا مارکز و نمیدونم نرودا و اینا، همه اسپانیایی زبان هست. بله، این مسئله تفوقی است که اعراب به دلیل ناچاری، به دلیل خشونت طبیعت در کلام پیدا کردن. شما میشه این نتیجه رو کرد که شما فرمودین تنها فرهنگ در ایران زیاد پرورشی نداشته قبل از اسلام و علت این بود که یه چیزش نمونده و دلیلتون هم بود که اگر چیزی بود خب یه نسخه به هر حال پیدا میشد. میشه به اینجوری هم نتیجه گیری کرد که اون قسمت هایی که مربوط به مذهب میشده به هر حال مردم این مقدار زیادی عواطف انسانی بهش داشتن و اونو حفظ میکرد و اونا رو ممکنه در اثر این یورش یا در اثر این هجوم یا در اثر این سوزش هایی که کتاب ها رو کردن کتاب خونه رو کردن اکسپوز نشده باشه به اینی که از بین بره. و علت اینی که چیزهای مذهبی بیشتر مونده ممکنه این باشه که در یه جای خاک شده یه جای نگهداری شده که خیلی محفوظ باشه و از بین نره، ولی چیزهای دیگه که نظر ادبی باشه یا فرهنگی باشه یا تاریخی باشه، مثلا چیز تاریخی، مثلا تمام برداشت ما از تاریخ ایران بر اساس هرودوت و کسایی که از خارج اومدن
یه گشتی تو ایران زدن و رفتن کتاب نوشتن. هیچ چیز تاریخی ما نداریم. اینا میشه یه همچین چیزایی هم باشه، چیزای تاریخی رو ممکن از بین برده باشن. با کمال تأسف نه نمیشه این رو پذیرفت. چون ببینید اولا اعراب همه جا همه چیز رو نصب کردن. این اگه بهشون بگیم تهمته. در تمام این لشکرکشی ها دو یا سه مورد بوده است که کتابخانه یا سوخته شده یا به آب شسته شده. یکی کتابخانه معروف اسکندریه است که گفتن به آب شسته شد، یکی کتابخانه تیزخونه که گفتن آتش زده شد. احتمالاً مثلا دو تای دیگه هم میشه پیدا کرد، اما این همه کتابخانه ها نبوده است. این یکی. دوم این که آثار ادبی چنان که گفتم شاید از یه جهتی برای مردم از آثار مذهبی حتی چیز به عاطفه نزدیکتر بوده، برای اینکه دلیلش اینه که ما بعد از اسلام این رو آزمودیم. شاهنامه فردوسی، یعنی وقتی شاهنامه